داستان دکتر مصدق و دادگاه لاهه دادگاه لاهه برای رسیدگی به ماجرای ملی شدن صنعت نفت تشکیل شد دکتر مصدق با هیئت همراه زودتر از موقع به محل در حالی که پیشاپیش جای نشستن همه شرکت کنندگان تعیین شده بود دکتر مصدق به نمایندگی از هیئت ایران روی صندلی نماینده انگلستان نشست پس از آغاز جلسه چند بار به دکتر مصدق گفتند که اینجا برای نماینده هیئت انگلیسی در نظر گرفته شده و جای شما آنجاست ولی دکتر مصدق توجهی نکرد و روی همان صندلی نشست نماینده هیئت انگلیسی روبروی دکتر مصدق منتظر ایستاد تا او بلند شود و روی صندلی خیش بنشیند اما دکتر مصدق اصلا نگاهش هم نمیکرد جلسه آغاز شد و قاضی رسیدی کننده به دکتر مصدق بود کرد و گفت شما جای نمنده انگلستان نشستید. جای شما آنجاست. دکتر مصدق گفت شما فکر می کنید نمی سندلی ما کجاست و سندلی نماینده ایت انگلیسی کدام است؟ نه جناب رئیس خوب می دانم که جای من کدام است ولی چند دقیقه روی صندلی دوستان نشستم تا دوستان بدانم بر جای دیگر نشستن یعنی چه؟ سالهای سال است که دولت انگلستان در سرزمین ما خیمه زده و کم کم یادشان رفته که جایشان اینجا نیست و ایران سرزمین آب و اجدادی ماست نه سرزمین آنها